همکارم نیکی محجوب اینجاست در استودیو. شرایط مناطق در واقع شرایط مناطق تحت بحران سیل رو از تو بشنویم. ببین، همینطور که گفتی، خب با توجه به اینکه این بارندگی های شدید در سه تا استان، فعلا البته در سه استان هرمزگان و سیستان بلوچستان و کرمان اتفاق افتاده، خب مسیرها مسدود شده، آب و برق قطع. مثلا در استان کرمان مدیریت بحران استان کرمان اعلام کرده که خوشبختانه تا الان این سیل فوتی نداشته، اما دست کم مسیر 71 روستا مسدود شده، به تعدادی از منازل آسیب وارد شده. در هرمزگان مسیر دست کم 41 روستا مسدود اعلام شده. وضعیت در سیستان و بلوچستان فعلا بر اساس تصاویر خیلی خوب نیست، یعنی مشکلات زیادی وجود داره، امداد رسانی خیلی کند انجام میشه، آب گرفتگی بسیار وسیع، سیل همچنان ادامه داره. بریم اول یه ویدیو ببینیم از تخریب برنج هایی که در گمرک نگهداری میشده و به دلیل اینکه در جای مناسبی نبوده، این سیلاب عملا باعث شده به اونها آسیب وارد بشه. ببینیم. تاریخ 4/5/401، این وضعیت گمرک زاهدان. به علت نبود انبارهای سرپوشیده گمرک برای برنج مردم تو محوطه خالی شده. الان امینم از وضعیت گمرک. آقایون مسئولی که کیلو 100 تومان پول انبارداری داری میگیرین، این وضعیت هم نگاه بکنین. آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای ناظر محترم گمرک، این وضعیت انبارهای شما نگاه بکنین. میلیاردها تومان خسارت به مردم وارد شد با یک بارندگی. 4/5/401، 10 دقیقه بارون، زاهدان. این حال روزشه، بهترین محل کوه استانداری. اینو میفرستم برای شبکه انترنشنال فارسی، شاید به دست مسئولین برسن، یه فکر برای زاهدان وردارن. همچنین ده دقیقه هم شاید بارون نبایده، سل همه جا گرفته و ماشینو دارن میان، لای تردد هم ندارن، جلو هم کلی ماشین خاموش کرده. نیکی، گفتی مسیرهای ارتباطی مسدوده، با این حساب عملیات امداد رسانی چطور پیش میره؟ ببین، خیلی کند، برای اینکه همین امروز اعلام کردن که 3 تا هلیکوپتر فرستادن به سیستان بلوچستان برای امداد رسانی، اما خب وضعیت آب و هوا هم همچنان بارندگی هست، رعد و برق هست، باد شدید هست، یکم شرایط رو سخت‌تر میکنه. از اون طرف اتفاقی که افتاده، همینطور که دیدیم در ویدیو، این تصویر مال تازه منطقه ای از زاهدانه که منطقه مناسب و خوب زاهدانه. خیلی نگرانی ها الان وجود داره برای مناطقی که خب آدم های فقیرتر اونجا زندگی میکنن، قاعدتا خونه ها به این شکل نیست، راه ها به این وضعیت نیست، روستاهایی که الان نگرانی در موردش وجود داره، پوشش گیاهی در منطقه نیست. دقیقاً. بعد ببین، مثلا الان دامهای خیلی از این افراد اگر دامدار باشن در مناطق مختلف مثل کرمان، مثل هرمزگان، اگر فوت کرده یعنی اگه تلف شده باشن، اینا جمع شدنشون میتونه برای افراد بیماریزا باشه. هوا گرمه، خود سیلاب و اون گلولایی که جمع میشه یک جا میتونه برای سیلزدگان آسیبزا باشه. در نتیجه امداد رسانی نکته مهمیه، ولی خب همچنان شرایط بغرنج. 22 تا استان در ایران در حال حاضر هشدار سیل دارن. الان در فارس و همچنان که داره این وضعیت آب و هوایی میره جلو، در استانهای مختلف دارن اعلام میکنن که در نزدیکی مسیلها نرن، در نزدیکی رودخونه ها نرن، عشایر رو به مناطق مختلف ببرن تا شاید بشه جلوی تلفات احتمالی و خسارات جدی این سیل رو بتونن بگیرن. ولی مردم همیشه دستن در کار کمک به همدیگه هستن. در ویدیویی که پخش شد، شهروندان که داشتن سعی میکنن یه نفر نجات بدن، پیغامی به ما رسیده که نشون میده که اون فرد نجات پیدا کرده از سیل و شهروندان در واقع کارشون رو به خوبی انجام دادن. سپاسگزارم از حضور در استودیو. نیکی محجوب.